این قسمت آغاز جنگ اعراب و اسرائیل، ملاقات شاه با کیسینجر. قربان، جنگ اعراب با اسرائیل شروع شد. همین الان مخابره کردن. تمام رؤسای ستادی نیروها احضار بشن نیاوران. این حمله با 100 بمب افکن سوری از جناح شرق و 100 بمب افکن مصری از جناح غرب به جبهه‌های جولان و سینا آغاز شد. نیروهای مصری موفق شدند در یک جنگ 6 روزه وارد صحرای سینا بشن. نیروهای سوری هم با 10 هلیکوپتر موفق شدن یکی از مستحکم‌ترین مقرهای اسرائیل رو به تصرف در بیارن. جسارتاً قربان، به نظر من این جنگ رو خود آمریکایی‌ها را انداختن که بتونن افکار عمومی مردم خودشون رو آروم بکنن. یا اینکه نه، کار خود اسرائیلی‌ها بوده، مصری‌ها رو انداختن جلو، اعمال و خشونت‌های خودشون رو بتونن توجیه. ممکنه شوروی آمریکا به توافق رسیده باشن که فعلاً کنار بکشن تا اعراب و اسرائیل حساب همو برسن. و یا اینکه اسرائیلیا به مصری‌ها گفته باشند شما یه جایی از سینا رو بگیرین تا بعد با هم کنار بیایم و کانال سوئز هم باز شده باشه. علازت، من فکر میکنم که دولت اسرائیل میدونه که اگه همچین فتحی رو نصیب اعراب بکنه دیگه هیچ کشور عربی یا لیدر عرب حاضر به مذاکره، صلح یا سازش نشه. اصلا چرا انور سادات این جنگ رو شروع کرد؟ شاید تحت فشار افسران بوده، یا اینکه پیش دستی کرده که اگر جنگ نفت شروع بشه بازم سخنگوی اعراب باشه. امریکا نمیذاره اسرائیل به این آسونی ها شکست بخوره، چون همیشه یه لولو سر خرمن بالا سر اعراب لازم داره. من فکر میکنم مصر با این کارش میخواد بنبست نه صلح نه جنگ رو بشکنه تا زمینه برای مذاکرات صلح فراهم بشه. با موشک‌های سام که شوروی به اعراب داده بعیده اینطور باشه. این موشک‌ها ردیاب حرارتی دارن. خب فکر می‌کنم تا حالا اصلا هیچ هواپیمایی برای اسرائیل نمونده باشه. خب حالا باید دید که اسرائیل با 2000 تا تانک مصری و 1400 تا تانک سوری تو چه وضعیه. اعراب هم دیگه اعراب قدیم نیستن، جنگ میکنن. میگم نکنه اینا شاموتی بازی آمریکا و شوروی باشه برای اینکه خاورمیانه رو با هم تقسیم کنن. آقای هویدا، شاهنشاه بر تمام تحرکات منطقه اشراف کامل دارن و هیچ چیزی از چشم ایشون پنهان نمیمونه. ما همه جور موشک‌های تاکتیکی و زمین به هوا رو سفارش دادیم. این موشک ها رو هم خریداری میکنیم. این بیانیه خمینیه، داغ داغ از نجف رسیده. بخونش. این بیانیه خطاب به سران دولت‌های اسلامی نوشته شده. بر عموم دولت‌های ممالک اسلامی و به خصوص دول عربی لازم است که با توکل بر خدای متعال و تکیه بر قدرت لایزال همه قوا و نیروی خیش را بسیج ساخته بیاری مردان فداکاری که در خط اول جبهه چشم امید به ملت اسلام دوختند بشتابند
و برای آزادی فلسطین و احیای مجد و شرف و عظمت اسلامی در این جهاد مقدس شرکت کنند. از اختلاف و نفاق خانمان سوز و ذلتبار دست برداشته و از قدرت پوشالی مدافعان صهیونیسم و اسرائیل نهراسند. این دفعه اولی نیستش که اینقدر تند بیانیه میده. باید از سرویس امنیتی عراق بخوایم که مراودات خمینی و پسرش رو شدیداً زیر نظر بگیره. زیر نظر گرفتنشون که کاری نداره. اصل اینه که مهارشون بکنیم. عجب گرفتاری شدیم. خوش آمدی. خیلی خیلی خوش آمدی. مدتی که اینجا نبودین جاتون خیلی خالی بود. سوئیس چطور بود والا حضرت؟ ای بدک نبود. آقای علم، من دیگه باید چیکار کنم که پاپا از دست من دلخور نباشه؟ من چیکار کردم؟ اعلیحضرت شما رو خیلی دوست داره. اگه میبینین که از دست شما ناراحته، به خاطر سلامتی خودتونه که دست از این کارهای ناشایستی که به تحریک شوهرتون مرتکب شدین برداریم. حالا که دست برداشتیم یه کاری بکنیم. برداشتین؟ پس مشکلی نیست. من با اعلیحضرت صحبت میکنم تا شما بتونین چهارم برج تولد شاهنشاه به دستبوس ایشون برسید. این عالی آقای علم. فقط نمیدونم دربار منو میپذیره یا نه. این به زمان نیاز داره. شما اینو بسپارین به من، کاری میکنم که آب از آب تکون نخوره. قربان، خبر خوش! به میمنت روز فرخنده میلاد شاهنشاه آریامه جگرگوشتون از ژنو برگشتن. منتظر شرفیابی هستن. از گذشته خیلی پشیمونم. قربان، شما رو به سر مبارک. ببخشین والا از شهنازو. کی از ژنو رسیده؟ امروز صبح. اون الان هم باهاشه؟ طفلکی تنهای تنهاست. والا از شهناز با گذشته خیلی توفیر کردن. خودش تقاضای شرفیابی کرد یا تو؟ به سر مبارک خودش. گرچه خب من خیلی علاقمندم که ایشون زندگی مرتبی داشته باشه، سعادتمند باشه، ولی قربان ایشون خیلی دلتنگ شماست. بگو بیاد. در ضمن وزیر امور خارجه آمریکا کیسینجر حسب الفرموده که میل داشتین با ایشون تنها صحبت بکنین در راه که شرفیاب بشه. شامو که با ایشون میخوریم. Thank you.
سلام. از اون مردی که عوضی جدا شدی؟ بله. خوبه؟ اومدی بمونی؟ اگه اعلی حضرت اجازه بدن. اگه سر عقل اومده باشی؟ همه چیز برمیگرده سر جای اول. درباره شاهنشاهی منو قبول میکنه؟ من باید تو رو قبولت کنم که با این اوصاف قبولت میکنم. نمیخوای از من طلب بخشش کنی؟ عذر میخوام شاهنشاه. همین؟ از اینکه برخلاف میلتون رفتار کردم منو ببخشین. ازتون طلب عفو دارم. بخشیده نشدی. اما یادت باشه حفظ آبروی سلطنت از احساس و عاطفه و رقت مهمتره. همینطوره. علا حضرت. امروز به دیدن شهبانو برو. سعی کن باش خوب تا کنی. شبانه روزه که بیشتر از 3 ساعت نخوابیدم، اما بالاخره تونستم موافقت مصر و اسرائیل رو برای آتش بس کسب کنم. کشور شما با این وسعت نیاز به فرودگاه‌های بیشتر و هواپیماهای نیرومندتر و مجهزتری داره. تازه با این اوضاع منطقه ما در این زمینه غفلت نکردیم و همه چیز رو داریم از شما میگیریم. تعامل بین ما و ایالات متحده میتونه در منطقه ثبات ایجاد کنه. منافع شما منافع ماست. به یاد ندارم تا به حال در انجام درخواستای ایالات متحده کوتاهی کرده باشم. کردم؟ او نه نه حضرت، شما بهترین دوست و یار ما در منطقه هستید. شما به یک استقلال بزرگ دست پیدا کردید. بله میفهمم. خبر آفریدون؟ بالا حضرت شهناز اومدن. با من چی کار داره؟ آقای علم اصرار دارم به این ملاقات. چرا من اوقاتی این ماجره ها میکنن؟ بگو بیاد. شهناز عزیزم، حالت چطوره؟ تو همیشه برای من عزیزی. بشین. درسه، محبتی رو که تو در حقم کردی هیچ وقت فراموش نمی کنم. نه شهبانو، من کاری نکردم. شما استحقاقشو داشتین. کی اومدی؟ 2 روزه. ژنو چطور بود؟ مثل همیشه، شهر عشاق. میگن اگه دو تا عاشق با هم یه بار زیر بارون ژنو قدم بزنن هیچ وقت عشقشون فرو نمیکشه. ولی ظاهرا این بارون روی من هیچ اثری نذاشت. یعنی فرو کشید اون عشق؟ نه شهبان. چه خوب. شما اولین نفری هستین که میگین چه خوب. چون من تنها دوست واقعی تو هم. از اون مرتی که اردشیر که شانس نیاوردی. البته خیلی بعیده که توی این زمونه عشقی انقدر پایدار بمونه. چون به محض اینکه بگن عاشقتم باید ازشون سوال کنی چند روز. بگذاریم. ایران میمونی؟ اگه جو مساعد باشه. جو رو باید خودت مساعد کنی.
از صدابات دور بمون مثل من. شما با پدرم خوشبختیم؟ سعی میکنم. مرتضی مطهری در روزهای پنجم، ششم و هفتم اسفند به دعوت دانشجویان قراره در مسجد دانشگاه ملی سخنرانی کنه. چی دستور می‌فرمایید؟ اشکال نداره، اما مشروط به این که احضارش کنیم، توجیه بشه که مطالب تحریک‌آمیزی توی سخنرانیش نگه. تهدیدش کنی، بهش بگین تحت نظره. اطاعت. فرمایین. دست درد نکنه امیر محسوس. چرا سه تا چای آوردی؟ برای رضا جانم آوردم. کجاست رضا؟ فرستادم بره روزنامه بخره، کمی مطالعه کنیم. رضا یه موضوعی رو با من مطرح کرده. چه موضوعی؟ بگو با من. هیچی. بگو داداش. هیچی نشده، نگران نباش. رضا گفت که، یعنی پیشنهاد داد که برای ادامه تحصیل بره فرانسه. نمیدونم اجازه بدم یا ندم. آخه اونم باید برای آیندهش تصمیم درستی بگیره. مگه من نبودم که برای ادامه تحصیل رفتم سوئیس؟ خدا رحمت کنه مادرمو، مدام دلتنگی میکرد. ولی برگشتم. اونم میره درسشو میخونه و برمیگرده. تو نباید اجازه بدی. داداش اجازه نده. داداش اون موقع توبا بود، آخام بود. سلام بابا. سلام. سلام امو. نه. امو بیا بریم. کجا؟ بریم یه دقیقه تاریک کنیم چند تا عکس ببینیم. دایی چی شده؟ دایی ته دیگه میشناسیش؟ هیچ. اینجوری نکن مامان، بخوانی زره، بخوان. خوبی مامان؟ خوبم من، تو خوب باش. دلم مرد خیلی تنگ شده. منم دلم تنگ شده برای. اذیت که نمیشی؟ نه. البته میدونم دایی محمود نمیذاره اذیت بشی. شالا بیام بیرون جبران کنم. لیلا، گریه نکن، روحیش خراب میشه. خوبی خواهر؟ قربونت برم، خوبی؟ خوبم، چقدر برات بریده؟ نیستم. چیزی نیستش که. پنج تا بهار بگذره تموم میشه. دستت چی شده؟ چیزی نیست. قرار نشد اوقات تلخی کنی. امیر مسعود کش. امیر مسعود هم همین جا بود. اومد. نذاریم گریه کنم. یه نفر تنها بود. ملاقاتی نداشت. داشتم با اون صحبت میکردم. امیر مسعود. قربونت برم. خوبی؟ گریه نکنی زارزار. نه.
برم اطلال زار بفیشم چهار زار خوبونت برم گریم وقت تمومه خانما تمومش کنیم خدافز نه نرو نرو بریم نه برینش چرا بردنش نه برینش برم نست میاد خیلی زود میاد اصلالا بله قربان ببینم برای ولیعت تونستی کاری بکنی؟ قربان زوده والا حضرت ولایت عهد همه 14 سالشونه من خودم هم از همین سن و سال شروع کردم قربان همین الان هم دوروبر ایشون از جنس مخالف کم نیستم معلم زبان مستخدم کلی قربان ببخشی الان احساس میکنم که والا حضرت ولایت عهد یک مقدار رفتار زنانه پیدا کردن الان تو آمریکا انتخاباته. امیدوارم نیکسون برنده بشه. شک نکنین که نیکسون تو انتخابات دوباره رای میاره.